بله عزیزم. آره دوش میگرفتم. صبحونه؟ باشه پس میام دنبالت. خب با کی حرف میزنی؟ حالا میتونی بری همون. نه من فعلا خوابم میاد، میخوام یه خورده بخوابم، همین. اما چون تو اینطوری نگاه میکنی خوابم پرید. میدونی من چی کار میکنم؟ من برم صبحونه آماده کنم، اما البته برای تو آماده نمی کنم، برای خودم درست میکنم. من برم صبحونه درست کنم. وای چیزه، گوشیمو یادم رفت. ببخشید، این چیه؟ عظیم خان اینو بده من. چرا عصبانی شدی؟ عصبانی نشدم، فقط دوست ندارم به وسایلم دست بزنی. باشه دست نمیزنم. در ضمن آماده شو میریم شرکت زوبش. شرکت؟ من با یه پرونده ای روبرو شدم که نمیتونم حلش کنم، در حالی که کل سوالای من بی جواب مونده. لیلا یلماز داره یه جایی برای خودش آزادانه میگرده. وای، در مورد این زن حتی یه جا هم یه خط هم ننوشتن، انگار اصلا هیچ وقت زندگی نکرده. آه واقعا که شایدم اسمش رو عوض کرده، خدا میدونه. مورو چی شده؟ چرا همه اینجا؟ صبر کن الان میفهمی. بابا بزرگ خوش اومدی. خوش اومده ولی خوشی ندیدم، همه چی ناخوشه. نه فقط تعجب کردم که چرا اومدی. منم نمیدونم چرا اومدم. چرا از من بپرسی؟ از شوهرت بپرس. از اینکه دعوتم را قبول کردین ممنونم. از طرف دل خواهش میکنم، تعارفات رو بیخیال شو، هرچی میخوای بگی بگو، چون میخوام زود بدم من. باشه میگم، نگران نباشین. اول بفرمایین داخل. سایتی نمونده که من توش جستجو نکرده باشم. یعنی کجا دیگه باید دنبالش بگردم؟ همه جا رو که نگاه کردم، زن رسما ناپدید شده رفته. حیات، حیات جلسه هست؟ جلسه چی؟ مربوط به چی هستن؟ واقعا منم نمیدونم. تو جلسه در مورد چی میخوان حرف بزنن؟ من از
این کارای تیره و سیاه اصلا سر در نمیارم. روش کارمونو که فراموش نکردی، هر چی فهمیدی میای به من میگی. باشه، میگم، نگران نباش. بیا بود کنم. نه نه، تو هم بو نمیدی. نمیتونم این بو رو حس کنم. پس بوی عشق شما کجا رفته؟ کجاست؟ پس برو. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، برای همین یه راست میرم سر اصل مطلب. ما به عنوان خانواده سارسیل مازا دوست نداریم به کسی بدهکار بمونیم. فهمیدم که بابا بزرگم به شما بدهکار بوده و من میخوام بدهیشو با شما صاف کنم. به خاطر این سبب به این زودی ما رو کشنده اینجا؟ من که بهت گفته بودم با پولمون کاری ندادم، باز نفهمیدی؟ مجبورم این کارو بکنم. بگیرین یا اگه دوست دارین بدین به کسی. من چه چیزی نمیخوام، قبول نمیکنم. دوی علیکی خودت خسته میکنی. لطفاً حرفای طرف مقابلتونم گوش بدین، بی خودی سری عصبانی نشین. قربانی، این کارو برای شما نمیکنم، برای خودم میکنم تا شب راحت بتونم بخوابم. چجوری میخوای مقدارشو تعیین کنی مراد؟ اون کارا حل شده. حشمت خانم مثل ما سهامدار این شرکت میشه. برگایی که خواستین آوردن آقا مراد. ممنونم چلی. من فهم مهم نمیخوام. منم نمیخوام بدهکار بمونم. لجبازی رو بذارین کنار، حشمت خان نوام حق داره. لطفاً این پیشنهاد رو قبول کنیم. شاید با این روش بتونیم حشمت خان رو راضی کنیم مراد جون. سهامو به نام حیات عروسمون میکنیم. اینطوری دیگه مشکلی باقی نمیمونه. یه لحظه، چه سهامی؟ چی داری میگی؟ بابا بزرگ؟